همراهای خوب تواناتک سلام. انتخاب پسورد قوی و مناسب نقش مهمی در حفظ امنیت شما در دنیای مجازی داره. پسورد قوی باید شامل اعداد، حروف کوچک و بزرگ باشه. با این حال بعضی از شماها برای راحتی بیشتر خودتون پسورد ساده برای حساباتون انتخاب میکنین تا بهتر توی حافظتون بمونه. اما این کار راه نفوذ هکرها رو باز میکنه و هکرها میتونن بدون هیچ زحمتی سیستم شما رو هک کنن. توی این برنامه به شما میگیم با برنامه مدیریت پسورد چطور پسوردهای قوی و مناسب انتخاب کنید بدون اینکه نیاز باشه اونا رو به خاطر بسپارید. برنامه LastPass یکی از محبوب ترین برنامه‌های مدیریت رمز عبوره که هر چیزی شما برای تولید، نگهداری و استفاده از پسوردهاتون نیاز دارین رو یک جا در خودش داره. این برنامه بسیار امنه و همه فایل هایی که رمزهای عبور شما توی اونها قرار میگیره رمزگذاری میشه. LastPass برای انواع سیستم های عامل متداول مثل ویندوز، مکینتاش، لینوکس، اندروید، iOS، بلکبری، ویندوز موبایل، سیمبین و وب او اس طراحی شده. همچنین شرکت تولید کننده این برنامه افزونهایی رو برای استفاده از مرورگرهای محبوب نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، کروم، اپرا، سافاری در اختیار کاربران قرار داده. ما نسخه ویندوز این نرم افزار رو به شما معرفی میکنیم چون ویندوز پرکاربردترین سیستم عامله. برای استفاده از این برنامه اول به سایت رسمی اون برید. در قسمت دانلود نسخه مورد نظر خودتون رو دانلود کنید. بعد از اجرای فایلی که دانلود کردین، در پنجره‌ای که باز میشه، زبان انگلیسی رو انتخاب کنید. بعد از تغییر زبان، روی Advanced Option کلیک کنید و مرورگرهایی رو که مایلین افزونه LastPass روی اونها نصب بشه انتخاب کنید. سایر گزینه‌ها که به صورت پیش‌فرض انتخاب شدن رو میتونین در صورت تمایل غیر فعال کنید. در غیر این صورت روی دکمه Install LastPass کلیک کنید. در قسمت بعدی گزینه Create a New Account رو انتخاب کنید تا مراحل ایجاد یه حساب کاربری رایگان برای شما نمایش داده بشه. در مرحله بعد ایمیلتون رو همراه یک رمز عبور قوی و پیچیده وارد کنید. رمز عبوری حاوی حروف بزرگ و کوچیک، اعداد و نشانه ها که طول اونها کمتر از 8 کاراکتر نباشه. البته رمز عبور قوی باید 16 کاراکتر داشته باشه. این رمز عبور برای دسترسی شما به مخزن رمزهای عبورتون در سایته. پس توصیه میکنیم از رمز عبوری قوی و استاندارد استفاده کنیم. و از انتخاب رمز عبورهای ساده که میشه اونا رو حد زد به شدت اجتناب کنیم. یه نکته مهم، رمز عبوری رو که برای برنامه تعریف میکنین حتما به خاطر بسپارید. چون اگه به هر دلیلی اون رو فراموش کنین، تمام رمزهای عبور موجود در حساب کاربریتون رو از دست میدین و دسترسی به اونا غیر ممکن میشه. بعد از تکمیل اطلاعات صفحه ایجاد حساب، گزینه Create Account رو بزنید. در ادامه از شما پرسیده میشه که آیا میخواین رمزهای عبوری که تاکنون در مرورگرهاتون ذخیره کردین رو وارد بانک اطلاعاتی LastPass کنین یا نه. توصیه ما اینه که این کار رو انجام بدید تا لیستی از همه پسوردهاتون رو در این برنامه به صورت یک جا داشته باشین. پس Import رو بزنید. خب الان برنامه روی سیستم شما نصب شده. کافیه مرورگری رو که در طول نصب برنامه انتخاب کردین رو باز کنین تا ببینین آیکون برنامه LastPass به نوار ابزار اون اضافه شده. روی آیکون LastPass بزنین و مشخصات کاربریتون رو وارد کنین. پس از لاگین میبینین که آیکون LastPass مرورگرتون به رنگ قرمز در میاد و وقتی روی اون کلیک میکنین میتونین به بخش‌های مختلف برنامه دسترسی داشته باشین. به بخش تنظیمات برنامه برید. در قسمت نوتیفیکیشن گزینه شو نوتیفیکیشن تیک خورده. این تنظیمات مربوط به دریافت اعلان هاست. بنا به میل خودتون میتونین این گزینه رو فعال یا غیر فعال کنید. توصیه میکنیم تیک گزینه Offer to generate secure passwords رو بزنید. چون به شما کمک میکنه هنگام عضویت در یک سایت جدید رمز عبوری مناسب و قوی انتخاب کنید. همچنین تیک گزینه
Show Safe Starts نوتیفیکیشن بار رو هم حتما بزنید، چرا که به شما یادآوری میکنه نام کاربری و رمز عبور سایتی که در اون هستید رو در لست پس ذخیره کنید تا در مراجعات بعدی نیازی به وارد کردن اون نباشه. حالا میریم سراغ این که چطور مشخصات حساب کاربریتون رو در لست پس ذخیره کنید. وقتی شما در یک سایت مشغول درست کردن حساب کاربری هستین، هنگام رسیدن به فیلد پسورد به صورت خودکار پنجره براتون باز میشه و پسورد قوی و مناسبی رو بهتون پیشنهاد میکنه که میتونین از اون استفاده کنین. ضمناً میتونین در قسمت تنظیمات پسورد پیشنهادی لاست‌پاس مشخص کنین که پسورد پیشنهادی چند کارکتری باشه، عدد و علامت داشته باشه یا نه و موارد دیگه. در آخر اگه خواستین پسورد پیشنهادی رو انتخاب کنین، گزینه Use Password رو بزنید. بعد رمز عبور انتخابی به صورت خودکار در فیلدهای رمز عبور و تکرار اون وارد میشه. حالا روی علامت LastPass کنار فیلد Password کلیک و مشخصات رو وارد کنید. بعد هم با کلیک روی دکمه Safe Site اطلاعات حساب کاربری جدیدتون رو در LastPass ذخیره کنید. بعد از انجام این تنظیمات، هر وقت بخواید وارد حساب‌های کاربریتون در وبسایت‌های مختلف بشین، اطلاعات حسابتون به طور خودکار در قسمت نام کاربری و رمز عبور وارد میشه. اگر هم این اتفاق به صورت خودکار نیفته، کافیه روی آیکون LastPass در سمت راست فیلد نام کاربری و رمز عبورتون کلیک کنید تا اطلاعات حساب کاربریتون وارد بشه. همینطور اگه تمایل داشته باشین میتونی مشخصات حساب‌هایی که قبلا ساختین رو هم به LastPass اضافه کنید. البته این کار رو باید به صورت دستی انجام بدید. برای این کار در قسمت Tools گزینه Add Site رو انتخاب و مشخصات حسابتون رو وارد کنید. در آخر باز هم توصیه می‌کنیم برای افزایش امنیتتون توی دنیای مجازی همیشه از پسوردهای قوی و مناسب استفاده کنید. با برنامه‌های مدیریت پسورد مثل LastPass نگران فراموش کردن و به خاطر سپردن اونها نباشید. ممنون که با ما بودین.